بیایم توی این قسمت. من برم اولا یه دقیقه چیز شو درست کنیم. باتم ها، این من نمیدونم چرا این شکلی شده. بریم توی پارشال فیلم بگیر، داره میگیره توی قسمت کانتکت. این کانتکت اینپوتش سابمیت تایپ، آها تکستش تایپش بعد سابمیت می بوده، من نمیدونم چرا اینجوری باشه. اینو میزنیم، خب درست شد. میخوایم بحث ایجکس رو دوباره پیاده بکنیم. فقط قبل از اینکه پیادهش بکنیم بریم دیتاش رو بسازیم دیگه. کمپانیمون بریم گزینه کانتکت رو بسازیم. من توی این قسمت برم، خب من ویندوز نرم افزارم رو عوض کردم و دوباره نصبش بکنم. ما اسکیول هم رو میزنم. خب فرق کرده بچه رو ببینید، قیافش کمپلت فرق کرده. یه دانلود میزنید، اول دانلود بشه. خب دانلود شد و توی قسمت اسکیمو منتظر بشیم که خب این هم که روت پسورد نداره، اوکی رو میزنید تا اینجا بشناسه. خب خودش کمپانی رو من براش قرار میدم و یه تست کانکشن هم بزنید. خب من یه روت بذارم و اینجا تست کانکشنش هم بگیره، اوکی و اپلای و اوکی. خب اینم قیافه جدیدش بود که راه افتادید، ان شاء الله باش آشنا میشید. خب ما یه گویت رو بزنیم و اسکیما کمپانی. خب بیایم اینجا توی گزینه تیبلز ها که ادمین نیوز و پارالکس سه و ازش کلیک راست بکنیم، یه نیو و گزینه تیبل و کانتکتمون هم که من بیام اینجا یه کانتکت اینجا هم داره کوئریشو میزنه دیگه، خودتون میتونید ببینید. گزینه اول آیدی و اینت نات نال و اوتو اینکریمنت و پرایمری کی باشه. خب پرایمری کی باشه اولا یونیک خواهد بود. گزینه بعدی فول نیم، ورکر گزینه صد و نات نال میتونید بذارید و گزینه بعدیش باشه ایمیل، ایشون هم باشه برکر، این هم باشه صد ها و گزینه بعدی هم باشه کامنت. قشنگ اینجا داره برات میذاره، اگه قایی وقت تی اسکیول یاد بگیری میتونی اینجا قشنگ ببینی و تی اسکیول همین شکله، میتونی ببینی داره چیکار میکنه. کامنت کامنت هم اندکس 500 تا و ایشون هم نات نال و بس همینقدر. اگزیکیوت رو میزنیم و کانتکت رو هم برای ما ساخت. اوکی تمامش کنیم بره. فقط نکته ای که هستش باید صفحهش رو مشخص کنیم کجا بره. ما میخوایم توی قسمت در واقع برامون که کامنت میفرسته یا مثلا آره پیشنهادات اینو داره، یک دو تا قسمت بیشتر سه تا قسمت بیشتر نداره. یکی اینزرت از این سمت که بعد عملیات اینزرت انجام بشه و بذار من آی دی هم به این بدم، اینا رو دیگه آشنا بشه دیگه. میذارم فرم اسمشو گذاشتم فرم، اکشنش رو الان به جای خاصی نفرستادم. میخوام ما هم ایجکس این قسمت رو انجام بدیم. فکر کنم تا حالا ایجکس انجام دادیم ولی این مدلی انجام ندادیم. خب بریم توی ادمینستریتور توی کانفیگ یه کلاس بسازیم به نام کانتکت. خب بیایم اینجا و اولین کاری که میکنیم این کلود وانس رو بزنیم، این ازه بزرگترش کنم، این کلود وانس میکنیم گزینه دی بی رو و اینجا هم من یه پرایویت دالر کان رو میذارم و پابلیک فانکشن قسمت کانستراکتور رو اینجا من یه کانکت درست میکنم. میتونید هم کپی کنید، اما حالا کانکت نیو دی بی و اینجا هم دالر دیس گزینه کان، مقدار دالر کانکت مقدار گت دی بی رو بهش میدید. خب اولین کاری که میکنیم پابلیک و فانکشن رو
اینزرت رو درست میکنیم. خب من یه فول نیم دارم، یه گزینه ایمیل هم دارم و یه گزینه کامنت رو هم دارم. میام اینجا یه متغیر به نام SQL دالر دیس گزینه کان و گزینه پریپر برمیگردم میگم سلکت، ببخشید سلکت نه، اینزرت، اینزرت اینتو کانتکت و توی کانتکت، آها یه لحظه چک بکنم ببینم کانتکت هم اینجا درست شد یا خیر. یه رفرش کنیم، آره کانتکتمون اینجاست، گزینه کانتکت و کانتکتمون یه فول نیم داره و یه گزینه ایمیل داره و یه گزینه کامنت. خب values دیگه خودتون میدونید، سه تا مقدار و دلار اسکیول بایند پارام، یک گزینه تایت چیز فول نیم، گزینه بعدی کنترل دی میزنید و گزینه بعدی میشه گزینه ایمیل و گزینه بعدی هم میشه کامنت. خب بعد از اینکه انجام شد، چون از پریپر دارید استفاده میکنم، باید چیکار کنید؟ اگزیکیوت. تمام، اینجا رو من فعلا پیاده کردم و گذاشتم. خب یه چیز مشخصی همه تون دیگه این رو انجام دادید میدونید و میام توی کجا، میام حالا کانفیگم رو ساختم، بعد میام توی این صفحه میتونید بیاید چیکار بکنید. خب قرار هستش که دیتا رو حالا فعلا شو بکنیم دیگه، یعنی چیزی که اینجا داریم ما دیگه کرییت نداریم اولا. چرا؟ چون کرییت این بر داره انجام میشه، من قرار نیستش که پنلم خودم برم برای خودم کامنت بفرستم، طبیعتا از اینجا میخواد بیاد، از اینجا میخواد در واقع فرستاده بشه به پنل من و تو پنلم ازش بیام استفاده بکنم. خب کانتکتم رو فعلا ساختم، میام تو این قسمت. یعنی بقیه که مثلا کرییت داشتن اینا دیگه من کرییت ندارم، من میخوام شو بکنم، مثلا طرف میفرسته اینزرت میکنه و شو میشه. فعلا میام اینجا و یه صفحه رو میسازم به نام کانتکت و یه دونم صفحه میسازم به نام اینزرت. اینزرت در واقع اینزرت میتونیم بزنیم، آره اینزرت دات پی اچ پی. خب اینو بزرگش بکنیم. اینجا توی اینزرت دات پی اچ پی هاتون دقت بکنید، شما اومدید اینکلود وانس کردید اولا کانفیگ رو و بعد چک سشن رو گذاشتید و بعد هم اومدید حالا مقدار رو گرفتی رو نیوز رو درست کردید. خب من اینجا حواستون باشه ما سشن نمیذاریم برای این صفحه. چرا؟ ببینید گیرم من اینجا خروج پیدا کنم، وقتی خروج پیدا بکنم عملا دیگه اینجا هیچ سشنی برای بنده ست نیست و این هم صفحه اصلی منه، هیچ سشنی در واقع براش ست نیستش و عملا من دیگه از اینجا نمیتونم وارد قسمت اینزرت بشم دیگه. یعنی من نمیتونم بیام بنویسم الان گزینه مثلا ادمینی استریتور، اسمش چی بود؟ ادمینی استریتور که هست، ببخشید پنل، پنل ادمین مثلا و گزینه بعد از ادمین میشه مثلا کانتکت و اینزرت دات پی اچ. خب من بزنم میتونم وارد اینجا بشم. خب منم میخوام این اتفاق بیفته، نمیخوام سشن براش انجام بشه. چرا؟ چون فردا طرف که میاد شروع میکنه مثلا میخواد از این صفحه بزنم من وارد بشم، این اشتباه رو نکنید و طرف میخواد بیاد اینجا بیاد برای من ایجکسی، اصطلاحا این صفحه صفحه اصلیه، در واقع این صفحه هستش که اینجا هستیم ما. حالا بعدا تو لاراول هم میبینید مثلا من وقتی که میخوام توی یه قسمتی مثلا داشته باشم که طرف بیاد برای من کامنت بفرسته یا بخواد مثلا فرم استخدامش رو پر بکنه، اصطلاحا اون صفحه رو من سشناش رو فالس میکنم یا میام اتنتیکیشنش رو فالس میکنم. برای چی؟ برای اینکه اجازه بدم طرف بتونه فایلش رو یا کامنتش رو برای من بفرسته. نمیام سشنم رو چیکار بکنم؟ بیام براش قرار بدم. وقتی سشن براش قرار بدید عملا بیاید برای این صفحه، نکتهش رو همینه،
اگه به در این صفحه سشن قرار بدید باید طرف لاگین کرده باشه. تا لاگین نکرده باشه چه اتفاقی در واقع چه اتفاقی میفته؟ تا وقتی که لاگین نکرده باشه نمیتونه که اینجا دیتا بفرسته. خب چه کسی فقط میتونه لاگین کنه؟ خب معلومه مدیر. خب فقط هم مدیر پس اصطلاحا میتونه از این صفحه کامنت بفرسته برای خودش، اون فایده نداره. من میخوام آدمای عادی هم بتونن کامنت بفرستن. پس باید چیکار بکنیم؟ اولا اینجا برای سشن ست نمیکنیم. خب حواستون به این قضیه باشه. یا اینکه میتونید در واقع یوزر ثبت نام داشته باشید، اینجا یوزر ثبت نام داشته باشه، یک قسمت مثلا داشته باشه یوزر ثبت نام و از این حرفا، یه سشن برای یوزرها ثبت کنید که فقط یوزرها بتونن کامنت بفرستن. خب این کار رو هم میشه انجام داد، ولی خب من تو خیلی اصلا اکثر وبسایتی که میبینی همچه قضیه نیستش، یعنی طرف هر شخصی میتونه بیاد کامنت بفرسته، هر شخصی هم میتونه بیاد فرم استخدام رو پر بکنه و اصلا نیاز به لاگین کردن نداره و این کار رو نمیکنه. پس اولا این قسمت رو من برای سشن رو ست نمیکنم. خب اولین کاری که میکنیم چیه؟ خب شما اولا اینکلود وانس میکنی، گزینه یه دو نقطه میزنیم یه بیرون اول از کانتکت، دو نقطه دیگه میزنی از ادمین کانفیگ و گزینه کانتکت رو اینجا داری. من میگم کانتکت نیو کانتکت و دالر کانتکت گزینه اینزرت رو من دارم. خب قبل از اینکه بیام اینجا این اتفاقات بیفته، بیام چیکار بکنم؟ بحث ایجکس رو پیاده سازی بکنم. خب ایجکس رو چجوری بیام پیاده سازی بکنم؟ ببینید یه آیدی گذاشتم برام فرم، حالا فور کامنت یا کامنت، حالا هر چیزی که خودتون دوست دارید میتونید یه مقداری رو براش ست بکنید. اکشنش رو هم هیچی قرار ندادم و میخوام یو آر الش رو خودم بدم و بحثای متدش هم که پست، اسم اولی نیمش فول نیم، حواستون باشه اسم داشته باشه، و اسم دومی ایمیل، اسم سومی کامنت. بریم یه مدل دیگه ای رو هم پیاده بکنیم. خب ما تو صفحه اصطلاحاً صفحه ایندکسیم و تو صفحه ایندکس هم من صفحه هم کجاست؟ اینجا. خب میخوام برم تو قسمت فوترم، میرم توی فوتر. چرا؟ چون جیکوئری رو اینجا دارم، میخوام شروع کنم ایجاکس نوشتم. خب قبل از اینکه شروع کنم ایجاکس نوشتم، بیایم استپ استپ راه ها رو بریم جلو. امیدوارم ایجاکس یادتون مونده باشه. خب 100% یادتون نمونده، ولی خب در کل اینجا ایشو میشه جیکوئری، برمیگردم میگم آیدی فرم. خب میاد اینجا به من دعوان آفر داده میشه، میگم سابمیت. سابمیت چرا؟ چون عملا شما عملیات سابمیت رو میخواید انجام بدید و برمیگردم میگم فانکشن، میخوام یه کوئری بزنم برات و به این صورت. خب یه ای هم بهش میدید. ای یعنی چی؟ یعنی رفتار یا ایونت این فرم. خب من برمیگردم میگم که console.like مقدار ای دا... حالا ای رو اصلا نمیخوام، اصلا هیچ کار دیگه نمیخوام. الان بیام اینجا من F5 بزنم و بیام F12 بزنم توی کنسول قرار بگیرم. اگه گزینه سابمیت رو بزنم، یه لحظه دیدینش اومدش بزنم. من اول e.prevent default ایشون رو بردارم. prevent default یعنی چی؟ یعنی از حالت عادیش که میاد برخورد میکنه این فرم، وقتی روش سابمیت میزنید میاد رفرش میکنه، جلوگیری کن. e.prevent default یعنی جلوگیری کنه از چی؟ حالت عادی که میتونه این فرم داشته باشه. خب من میام اینجا به امد میزنم. ببینید تمام ایونتی که یا رفتاری که میتونه این فرم داشته باشه رو آورد اینجا به من، ای رو که زدم برای من آورد نمایش. خب فعلا تا به اینجا. حالا این پریونت دیفالت بود به چه صورت هستش رو اومدیم اینجا نمایش داریم. خب تا اینجا رو یه کوچولو پیاده سازی بکنیم، بریم ادامه. خب اینا رو که قبلا توضیح دادم، گفتم ای چیکار میکنه؟ ببخشید این پلا اینقدر زیاد تعداد شده، میره بالا پایین تموم میشه. ای دات پریونت دیفالت رو گذاشتیم. حالا شما اولین کاری که باید بکنید این هستش که دیتا های مربوط به این قسمت کانتکت رو بگیرید. خب چیه؟ آرش نیمش فول نیمه. خب من میام اینجا میام let full name و دالر input نیمش هست فول نیم دیگه، این اتریبیوت دیگه. دات ولش رو میگیرید. let ایمیل اینپوت
گزینه نیم ایمیل دات ولش رو میگیرید و یکی فول نیم و یکی ایمیل و یکی دیگه هم کامنت اگه اشتباه نکنم. بله و ایشون دیگه اینپوت نیست، حواست باشه این اشتباه نکنه، ایشون تکست ایریاست و که گزینه در واقع نیمش هستش کامنت دات ولش رو میگیریم. خب یا الرت میگیریم برای تک تک، فول نیم یکی میشه ایمیل، یکی هم میشه کامنت و میایم اینجا و یه رفرش میکنیم. من فقط یه الرت بگیرم اینا وضعیت چیه، یه همچین چیزی و یه سابمیت رو میزنیم. این هم همینطور، این هم همینطور. خب این وسط این بذار من یه ذره چیز شو درست کنم، CSS شو درست کنم. خب این هم بعد CSS شو درست میکردیم، کالرش رو حداقل وایت سموک میذاشتیم که ایشون آره بهتر شد. حالا همین به این حالت و این هم حالا یه همچین چیزی سابمیت رو که بزنیم کاملا درسته و دیتا رو هم کاملا درست داره میگیره. خب بعد که گرفتیم بعد چیکار کنیم؟ ایجکس دالر دات ایجکس. خب URLش میشه چی؟ اول URLش خودتون بگید در واقع URL چی میشه. URL شما اینجا تشریف دارید، بعد داریم توی قسمت ادمینستریتور مینی استریتور، بعد قسمت پنل، بعد قسمت ادمینستریتور، بعد قسمت پنل، بعد قسمت ادمین، بعد قسمت کانتکت و بعد هم قسمت اینزرت دات پی اچ پی. خب این از این متدش یا تایپش، اصطلاحا تایپش هستش پست، یعنی شما در واقع تایپی که برای ایشون قرار میدی از نوع پسته. دیتا تایپش رو اگه یادتون باشه، دیتا تایپی که براش قرار میدادید میتونستید در واقع بیاید اینجا برگرد بگید فول نیم و گزینه فول نیم که اینجا هستش رو بهش بدید. چرا هم نام انتخاب میکنم؟ قبلا صحبت کردیم دیگه، این اسم الان میشه همون دالر، اصطلاحا هم این میشه دالر آندرلاین پست که قرار میدادید، این اسمی که اینجا قرار میدید اصطلاحا میاد اینجا فراخونی میشه دیگه. اینا رو قبلا توضیح دادم فکر کنم بدونید چیه. اینم ایمیل، گزینه ایمیل و ایجکس رو دارم میذارم که دوباره خاطرتون برگرد. کامنت و گزینه کامنت و در نهایت یه دونم گزینه داشت به نام ساکسس و فانکشن. اگه یادتون باشه یه ریسپانس من اینجا میذارم و یه الرت ریسپانس رو ما داشته باشیم. ریسپانس خب همه چیزم کامل انگار ظاهرا درسته همه چیز. خب میام تو قسمت اینزرت، اولین کاری که میکنم برمیگردم میگم که فول نیم دالر پست، گزینه فول نیم ایمیل دالر پست ایمیل و کامنت مقدار کامنت. خب من اینجا اکو میکنم اصطلاحاً همون فول نیم، کانکت میکنم بعد ایمیل، اینا هر میتونی تو جداگونه با بی آر کانکت شما حالا من به این شکل زدم و مقدار کامنت شو ببینم بر میگردونه یا خیر. F5 هم رو میزنم، F12 هم رو میزنم. چیکار میکردیم تو قسمت نتورک؟ روی گزینه آل باید باشه، حواست باشه و میام اینجا یه دیتایی رو اینم همینطور یه کنترل A کنترل C هم میزنم، یه کنترل B هم میزنم، سابمیت رو میزنم، سابمیت رو میزنم، به هیچ جا هدایت نمیشه. خب یه فنج بزنیم ببینیم اینجا. آها ببینید من حواسم نیست،
این ایداد پریونت دیفالت رو باید میذاشتیم، این در واقع مقداری که اینجا هستش، این فرم مقداری که گذاشتیم یعنی در واقع ما جلوگیری کرد، این دلار ایجکس رو که گذاشتیم، یو آر ال رو که ما گذاشتیم، ادمین سرت و پنل ادمین کانتکت اینسرت در واقع مقدار پی اچ پی، امیدوارم دارم آدرس دهی رو درست انجام میدم. بس ببینم ادمینستریتور، بذار بیام اینجا یک کلیک راست میکنیم، یک گزینه داره به نام داشت قبلا کپی پاس، حداقلش از اینجا رو برداریم، یه وقت اشتباه آدم مینویسه، بذارید یه چیزی رو آدم اشتباه مینویسه تمام شد. خب میام اینجا و یه رفرش میکنیم گزینه که اینجا هستش و دوباره یه تلاش از اول انجام میدیم ببینیم مشکل چی بوده، برای اگه مشکل داشته باشه بریم حلش کنیم. خب اصلا عملیات اصطلاحا، خب دوتا ایراد گرفت. آها وایسی داره میگه که جیکوئری مینمون داره به ایجکسمون گیر میده، مگه ما جیکوئری نداریم تو پروژه؟ جیکوئری مین دات جی اس چرا؟ و دالر ایجکس یو آر ال تایپ دیتا تایپ. خب بچه ها ایده ای دارن؟ اگر ایده ای دارید بگید میتونه مشکلش چی باشه، ما خوشحال میشیم که ببینیم به چه صورت هستش. دیفاین ایجکس اینده جیکوئری یه ذره برام سوال شد که ایجکس که داره میزنیم سوال برانگیز شده. خب ایشون که هیچی، استک اوورفلو اگر به اون یه کوچک ببینیم پارامترامون پارامترهای درستی هست یا نه. خب ایجکس یو آر ال درسته دیگه، داریم درست کار میکنیم. ایجکس یو آر ال، یو آر ال مون، تایپ مون که پست، حالا اینجا فقط یه در واقع ریزالت رو ساکسس فانکشن و نه ایرادی نداریم اینجا. مثلا دیتا هم بزنم اسمش رو، دیتا تایپ، دیتا تایپ میشه جیسون اینها. خب بذار یه رفرش بکنیم چون داشت به ایجکس همون گیر میده. این رو هم اینجا کنترل کنترل سی سابمیت رو میزنیم. خب خدا رو شکر یه چیزی برگردون ریسپانس کرد توی نتورک اینزرت داد پی اس پی اوکی شد، ریسپانسش هم همین شد. خب دوستان چه اتفاقی افتاد؟ و بنده اینجا نوشتم دیتا تایپ. خب دیتا تایپ خروجی های مختلفه، مثلا جیسون باشه، ای پی آی باشه، اینها میتونه ازش استفاده. دیتا بودن اینها، من نوشته بودم دیتا تایپ، اشتباه نوشته بودم. خوشبختانه اینجا اصلا در مورد دیتا تایپ اینا نه هیچی نوشته. خب حواستون باشه از این اشتباه نکنید. پس چیکار کردیم؟ اومدیم دوباره من این رو رفرشش بکنم. اول F12تون رو میگیرید بالا. خب کنسولش خوش نوشته و ایجکستون مشکل داره، ایجکس رو درست کردیم. X4 رو میتونید بزنید، آل رو میتونید بزنید. X4 یعنی بحث ایجکس. اینا فکر کنم توضیح دادم قبلا ولی باز داریم میگیم. اینجا هم من میام یه کنترل C رو میزنم و کنترل V، اگر سابمیت رو بزنید خب اومد برای من الرت کرد. طبیعتا من اینجا این ریسپانس رو گفتم الرت کنه که اینجا برای من دیتا رو الرت کرد. خب نمیخوام الرت بکنیم، اولین کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ اینی که بیایم دیتا هایی که داخل ایشون هستش رو کپی میکنم، من اینجا پیست میکنم و اصطلاحا خالیش میکنم. چرا خالی میکنم؟ میخوام فرمم خالی بشه که بتونم راحت ازش استفاده کنم. سمی کارتون هم بذارید ثواب داره و به این شکل، این هم به این صورت اینجا قرارش بود. خب
فعلا به این صورت. حالا میخوایم بیایم چیزم استفاده کنیم دیگه، همون فکر کنم توست هم نصب کردم اینجا. آره توست پلاگین هم داریم که توست اینا رو براش قرار میدیم که قشنگ انجام بشه. یه نکته ای که هستش اینی که اوکی الان اومد اینجا، اینزرت اومد دیتا رو داره نمایش میده، بعد چیکار کنیم؟ هیچی. الان شما گزینه کانتکت رو که اینجا دارید، این کانتکت گزینه اینزرت رو بعد چیکار کنید؟ این تایتل رو، فول نیم رو، و بعد گزینه ایمیل رو، و بعد هم گزینه کامنت رو دوست عزیز کامنت رو بهش پاس بدید. خب این الان عملیات اینزرت باید درست انجام بشه. ولیدیت اینش هم که خودتون انجام میدید. حالا اینجا مثلا ایف بذارید، چه میدونم استیار لنش، چه میدونم فول نیم مثلا اینقدر باشه، یه مقدار اکو کنه، یه مقدار رو اینا رو قبلا انجام دادم دیگه، الان انجام نمیدم، بلدید میرید انجام میدید. و در نهایت اینجا فقط ترایکش بذارید، این رو مثلا اگر اومده انجام داد اکو کنه گزینه یک رو، کچش چیه؟ کچ در واقع مقدار اکسپشن رو برگردونه دالر ای و اکو کنه صفر رو، همین. اگه صفر رو برگردونه یعنی عملیات درست انجام نشده، اگر یک رو برگردونه که عملیات درست انجام شده. میایم اینجا الان توی فوتر، من که اینجا رو میخوام خالیش بکنم دیتا رو، حتما میاد به این صورت خالی میکنید. اینجا برمیگردم میگم ایف، اگر یادتون باشه نامبر میذاشتیم گزینه، اینا رو گفتم ریسپانس رو مساوی شد با یک، بیاد مثلا الرت کنه مقدار اوکی رو، و السش چی؟ بیاد الرت کنه نات اوکی رو. اگه نات اوکی برگردم بریم حلش کنیم ببینیم مشکل چی. خب من فعلا اینو میبندم چون احتمال از خیلی زیاد کار میکنه، مشکلی نداره. میام اینجا و یه سابمیت میزنم اوکی رو برگردم، خالی کرد. خب خیلی خوب شد و اینجا هم الان دیتا رو ببره که ببینید کاملا دیتا رو برد و داره نمایش میده، هیچ مشکلی هم نداره. کامنت اینا رو دیگه خودتون میتونید قرار بدید. بیاین بحث بزنه چرا شد فی نگشته، بریم بحث توستش و اینا رو هم پیاده بکنیم و دیتا رو همینجا نمایش بدیم و بحث دیلیتش رو تو فیلم بعدی پیاده کنیم.